من اگه خدا بودم وقتی شیطون در برابر انسان سجده نکرد، خشتکشو در می آوردم و از بارگاه بیرونش می کردم. چه معنی داره شیطون به حرف خدا گوش نکنه؟ وقتی می خواستم پیغمبر خلق کنم، از 124,000 پیغمبر 62,000 نفرشو از زنان منصوب می کردم تا عدالت رعایت بشه. کمی سلیقه به خرج می دادم و به جای اینکه خونه خودمو در صحرای خشک و بی‌آب و علف عربستان بنا کنم، در سواحل جزایر هاوایی یه خونه شیک و مدرن بنا می کردم با سویت‌های مجهز و مجانی برای زواری که برای زیارت می اومدن. هیچ وقت خونه خودمو در انحصار مسلمون‌ها قرار نمی دادم و همه حق داشتن بیان خونم، حتی بی خداها، قدمشون سر چشم. زوار به جای اینکه توی صحرای عرفه بدو بدو کنن، کنار ساحل بدو بدو کنن، حالشو ببرن و به جای لباس احرام هم مایوی دو تیکه بپوشن. یه مشت از این حوریاها و قلمانها رو هم مأمور می‌کردم به حجاج سرویس بدن و پذیرایی کنند تا زیارت بهشون بهتر بچسبه. اصلا نمیذاشتم آدما صبح و ظهر و شب هی نماز بخونن و سجده کنن و حرفای تکراری بزنن. کم بود که ندارم هی بخوام طفلکیا رو اذیت کنم. همه مسجدها رو هم جمع می کردم، به جاش کافی شاپ و کتابخونه و سینما درست می کردم. یه چند تاش هم قهوه خونه سنتی درست می کردم که محسن نامجو توش ستار بزنه و بخونه. هر کسی که منو صدا می زد و می گفت ای خدا، زود بهش می گفتم جانم، عزیز دلم، نه اینکه محل سگم بهش نذارم، بنده آفریدم باید سرویسم بدم دیگه، گوسفند که نیستن ولشون کنم تو بیابون. قشری به نام روحانیتم اصلا خلق نمی کردم. به بنده هم همه یکی یه جو عقل می دادم تا بتونن بد و از خوب تشخیص بدن و نیازی به فتوا و اینجور مزخرفات نداشته باشن. ازدائیل رو هم میفرستدم اونجا که عرب نینداخت بره قاز به چرونه. به جای ازرائیل یه حوری خوش هیکل سفید و بلوری میفرستدم تا جون مردا رو بگیره و یک جوان رعنای خوش هیکل میفرستادم تا جون خانوما رو بگیره. اینجوری دیگه نه تنها کسی از مرگ نمیترسه، بلکه این پیرزن پیرمردها هی از خدا مرگ میخواستن، اونم نصف شبی. جون بچه ها رو اصلا نمیگرفتم، اصلا اجازه نمیدادم انسان ناقص و معلول به دنیا بیاد. ریشه جنگم خوش میکردم، به جاش عشق و عطوفت و مهربونی میکاشتم. سعی میکردم
حضورم انقدر در زندگی مردم ملموس باشه که دیگه هیچ کس نگه خدای چی، کشک چی، خدا کیلو چند، کدوم خدا. آخ که اگه خدا بودم یه بهشت توی یکی از سیاره ها خلق می کردم آخرین مدل، نه اینجوری که توی جوب آباش شیر و عسل بیاد. شیر و عسلی که توی جوب باشه به درد همون اعراب 1400 سال پیش میخوره. اونایی که بنده صالح بودن میفرستادم توی این بهشت و اونایی هم که خطاکار بودن و بنده های درست درمونی نبودن به جای جهنم میفرستادم توی ایران زندگی کنن، قدر عافیت رو بدونن. ضمناً از خدا به خاطر این همه اختلاف سلیقه عذرخواهی میکنم. در جستجوی قلب زیبا باش نه صورت زیبا، زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمیماند، اما آنچه خوب است همیشه زیباست.